دوستان گرامی، پس از عرض سلام شما را به برنامه مودت خوش آمد میگوییم. موضوعی که امروز کشیش ایوان برای شما صحبت میکنند، تشکر قربانی لبهای ما میباشد. در این چند دقیقه کشیش ایوان این موضوع مهم را از کلام خدا برای ما باز خواهند کرد. امیدواریم که همیشه در هر وضعی که باشیم شکرگزار باشیم و بتونیم بگوییم جای شکرش باقی است. از اعمال رسولان باب 3 آیات 1 تا 11 را برای شما میخوانم. و در ساعت نهم وقت نماز پتروس و یوحنا با هم به هیکل میرفتند. ناگاه مردی را که لنگ مادرزاد بود میبردند که او را هر روزه بر آن در هیکل که جمیل نام دارد میگذاشتند تا از روندگان به هیکل صدقه بخواهد. آن شخص چون پتروس و یوحنا را دید که میخواهند به هیکل داخل شوند صدقه خواست. اما پتروس با یوحنا بر وی نیک نگریسته گفت به ما بنگر. پس بر ایشان نظر افکنده منتظر بود که از ایشان چیزی بگیرد. آنگاه پتروس گفت مرا طلا و نقره نیست، اما آنچه دارم به تو میدهم، به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام. و دست راستش را گرفته او را برخیزانید که در آن ساعت پایها و ساقهای او قوت گرفت و برجسته بیستاد و خرامید و با ایشان خرامان و جست و خیز کنان خدا را همگویان داخل هیکل شد و جمیع قوم او را خرامان و خدا را تسبیح خوانان دیدند. و چون او را شناختند که همون است که بر در جمیل هیکل به جهت صدقه می نشست، به سبب این امر که بر او واقع شد متعجب و متحیر گردیدند. و چون آن لنگ شفایافته به پتروس و یوحنا متمسک بود، تمامی قوم در رواقی که به سلیمانی مسماست حیرت زده به شتاب گرد ایشان جمع شدند. کشیش ایوان بفرمایید. خیلی ممنون. پیغام عالی را از خداوند میشنویم. به همه عزیزان درود و سلام های گرم میفرستیم و میگیم که خدا شما را برکت بده. با کلام خودش، با روح خودش همه ماها را شفا بده. این قسمتی که خوانده شد داستان یک شخص مفلوجی بود که چطور خداوند عیسی مسیح توسط پتروس ای را شفا داد. اما در مزمور 50 آیه 23 میگه هر که قربانی تشکر را گذراند مرا تمجید میکند و آن که طریق خود را راست سازد نجات خدا را به وی نشان خواهم داد. پس این شخص خدا را تمجید کرد، حمد و ستایش کرد، از خوشحالی ورج وورجه کرد. در این داستان درس های مهمی داریم که میخواییم اونا بررسی کنیم. در این اعمال رسولان باب 3 ما میبینیم که آیه 1 و 2 میگه در ساعت وقت نماز، در ساعت نهم وقت نماز به هیکل میرفتن، بعد یک لنگ مادرزاد اونجا نشسته بود، شخصی که نمیتونست راه بره، شخصی که نمیتونست در اجتماع خودش را مطرح کنه، شخصی که بدبخت و بیچاره بود و کسی نگاش بهش نمی کرد. این مفلوج یک نمونه مفلوج روحانیه. این ما مفلوجهای روحانی زیاد داریم. کسی که دنبال حقیقت نباشه، کسی که خدا را نشناسه، این مفلوج روحانیه. نمیتونه در راستای خداوند راه بره، نمیتونه در اون راه و راستی و حیات راه بره. پس مفلوجه. کسی که طمعکار، این مفلوجه. این نمیتونه آزادانه راه بره، همش دنبال جمع کردنه. چون که سلیمان میگه چشم از نقره سیر نمیشه و هرچه بهش بدی باز هم میخواد. انسان طمعکار مفلوجه و نمیتونه راه بره. اما ما میبینیم که پتروس و یوحنا این شخص لنگ را آزاد کردن از لنگ بودن، از مفلوج بودن.
و ما هم میتونیم از مفلوج بودن روحانی آزاد بشیم توسط عیسی مسیح. عیسی مسیح میتونه ما را بیاد و عوض کنه و ما بتونیم در راستای حقیقت راه بریم. میگه شما حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد میکنه. پس عیسی مسیح وقتی ما شناختیم میتونیم راه بریم، میتونیم دیگه دروغ نگیم، میتونیم در راستی فکر کنیم، میتونیم چیزهای خوب را فکر کنیم، میتونیم همیشه مثبت باشیم و میتونیم مفید باشیم برای اجتماع، برای هموطنان، برای خانواده. اگر شوهر برای زن، اگر زن برای شوهر، اگر بچه هستن برای اولیا و همینطور اجتماع سالم میشه، اجتماع مفلوج میتونه راه بره. پس ما مفلوجهای روحانی داریم که امروز عیسی مسیح دعوت میکنه، میگه من میخوام شما را شفا بدم، خادمین منو فرستادم. حالا این خادمین ممکنه توسط تلویزیون بیاد، ممکنه از یه راه دیگه بیاد و ممکنه توسط یک رادیو بیاد. بالاخره خادمین خود را میفرسته که این مفلوجها را شفا بده. هر کس که نگاه میکنه به خادمین، هر کس نگاه میکنه به عیسی مسیح و اون خادمینی که مسیح فرستاده، اون میتونه شفا پیدا کنه. نکته دوم، این شخص آیه دو میگه هر روزه اونا میآوردن و به در هیکل که اسم در هیکل اسمش جمیل بود، یعنی زیبا بود، میگذاشتن. یعنی وابسته بود این شخص، این شخص وابسته بود به انسانهایی که او را بگیرن و بیارن بذارن اونجا. و عیسی مسیح این شخص را آزاد کرد از وابستگی. و ما چقدر خوشحال میشیم وقتی که خدا ما را از وابستگی ها آزاد کنه. چنانکه داوود میگه خداوند شبان من است و من محتاج هیچ چیزی نخواهم بود. اوست که مرا در مرتهای سبز میخوابانه، نزد نهرهای آب راحت مرا میبره و جان مرا بر میگردانه. رحمت او همیشه با منه. پس اگر عیسی مسیح به عنوان شبان نیکو ما قبول کنیم، ما از وابستگی های انسانی آزاد میشیم. ما فکر میکنیم که اگر فلان شخص پارتی من شد، من میتونم راحت باشم. این شخص هم اول اینو فکر میکرد که اگر این دو نفر نیان و دستای مرا بگیرن ببرن بذارن اونجا، من نمیتونم امروز کار کنم، نمیتونم پول در بیارم. ولی وقتی خداوند عیسی مسیح اینو آزاد کرد، این دیگه احتیاج نداشت کسی اونا بگیره، خودش دیگه دست دیگران را میتونست بگیره. پس ما باید آزاد بشیم از این مفلوج بودن و وابسته بودن که بتونیم دستهای دیگران را بگیریم و اینها را بیاریم بالا. همینطور که به پتروس گفت، عیسی مسیح گفت پتروس وقتی تو برگشتی برادران خود را بکش و استوار کن. نکته سوم، در آیه دو میبینیم که میگه از روندگان به هیکل صدقه میخواست، یعنی کار گدایی میکرد. و این فقیر بود و کار گدایی کار ننگی بود. اما عیسی مسیح وقتی این شخص را آزاد کرد، این شخص از گدایی آزاد شد. خیلی مردم هستند که همیشه دستشون درازه، مثل یک صدف باز شده به قول شاعر، که از مردم بگیره. ولی میگه هر چه دلت میخواد از بالا طلب کن، نه از انسانها. و خیلی افراد هستند امروزه در اجتماع که اینها همیشه دستشون دراز به انسانها، کار گدایی میکنن. عزیزان، من مژده به شما میدم که این کار را رها کنید. بگید خداوندا منو از مفلوج بودن آزاد کن، من دیگه دستم رو دراز نکنم که گدایی کنم، من میخوام که به دیگران بدم. که عیسی مسیح گفت بخشنده خوش را من دوست دارم. بعد میگه من اینقدر به شما خواهم داد که جا نخواهی داشت، انبار نخواهی داشت. خداوند عیسی مسیح صاحب تمام کائناته، میگه دنیا و پوری آن از آن منه و من محتاج به چیزی نخواهم بود. حتی داوود پادشاه میگه که
من جوان بودم الان پیر شدم، ندیدم که عادلی فقیر باشه گدایی بکنه یا بچهش محتاج نان روزانه باشه. عزیزان، ما یک خدای ثروتمندی داریم. نه فقط عیسی مسیح اومده که روحاً ما را آزاد کنه، بلکه جسماً هم ما را سرفراز کنه، ما بتونیم روی پای خود بیستیم و محتاج به انسان نباشیم و گدایی نکنیم. دستمون فقط به خدا دراز کنیم و در دعا، وقتی ما دعا میکنیم دستای خود را دراز میکنیم. یعنی این دو حالت داره، میگیم خداوندا تو به ما بده، و در ثانی میگیم خداوندا من تسلیم تو هستم. نکته سوم، چهارم، این شخص همیشه به در هیکل خدا می نشست و گدایی می کرد. یعنی همیشه این تورات یهود دو گوشش تنین انداز بود. کاهنان هر روز این کلام خدا را که کلام موسی بود این هی بازگو می کردن، کتاب انبیا را می خوندن، این همش صدای خدا را می شنید، همش اسم خدا را می شنید، ولی براش معنی نداشت، مفهومی نداشت. این شخص هیچ وقت خدا را هم نگفته بود، هیچ وقت ستایش نکرده بود، برای اینکه گدا بود، فقیر بود، لنگ بود، حتما خیلی هم غرغر میکرد، شکایت میکرد، شکفه و شکایت تو دهنش بود که میگفت خداوند من چه گناه کردم که باید اینجا بشینم تو این حالت محتاج دیگران باشم، تو اسمت همیشه به گوش من از این کاهنان میشنوم، ولی تو کجایی؟ چرا منو نجات نمیدی؟ چرا منو شفا نمیدی؟ و خداوند وقتی اینا شفا داد میگه که خرامید و با ایشان خرامان و جست و خیز کنان خدا را حمدگویان داخل هیکل شد. خدا را شکر ما میتونیم آزاد بشیم که بتونیم خدا را حمد بگیم. مادامی که ما بسته هستیم، مادامی که ما با زنجیرهای شیطانی و محیط و خیلی چیزهای دیگه بسته شدیم، ما نمیتونیم خدا را حمد بگیم. ما باید آزاد بشیم از این بستگی ها، از این زنجیرها آزاد بشیم تا بتونیم در آزادی خدا را بپرستیم، و این عیسی مسیحه که این کار را برای ما کرده و میکنه. و نکته آخر، آیه 4 تا 8 میگه اما پتروس و یوحنا بر وی نیک نگریسته گفت کن به من نگاه کن. بعد وقتی نگاه کرد خیال کرد پول میخوام بدن، اما گفت ما را طلا و نقره نیست، اما اون چی که داریم به تو میدیم، به اسم عیسی مسیح بیست، شفا بیاب. و این شخص میگه که ساقهای پاهاش قوت گرفت و ایستاد. و این شخص هنوز خدا را نشناخته بود که خدا میتونه شفا بده، و این شخص بیشتر از 40 سال داشت، و این شخص وقتی شفا یافت تونست راحت خدا را حمد بگه، ستایش کنه و خدا را شناخت توسط عیسی مسیح. چون پتروس گفت ما را طلا و نقره نیست، اما اون چه که داریم بهت میدیم، اون چی بود؟ عیسی مسیح. پس این شخص خدا را توسط عیسی مسیح شناخت، که امیدوارم امروز هم هر کس که صدای ما را میشنوه، هر کس که این ما را مینگره، ما را میبینه، به طلبه مثل این مفلوج که من هم میخوام شفا پیدا کنم، نجات پیدا کنم توسط عیسی مسیح ناصری. لطفاً دعا کنیم که خداوند ما را آزاد کنه تا ما هم بتونیم او را جلال بدیم. خداوندا شکرت میکنیم برای این داستان زیبا که نشان دادی آزادی کامل یعنی آزادی از مفلوج بودن، آزادی از وابسته بودن، آزادی از کار ننگ، آزادی از حمد نگفتن خدا و آزادی از عدم شناخت خدا در مسیح. خداوندا کمک کن که امروز عیسی مسیح را بشناسیم، و هر کس که میخواد عیسی مسیح وارد قلبش بشه میتونه با من دعا کنه، بگه ای مسیح من گناهکار را بپذیر، من از گناهانم پشیمانم، منو قبول کن و دعای مرا مستجاب کن، زیرا به شایستگی نام عیسی مسیح میطلبم برای جلال نام پدر خدای حی. آمین. دوستان گرامی، وقتی شکرگزاری های ما به حضور تخت رحمت خداوند بلند کرده میشه، بارانهای برکت
بر سر ما، بر خانواده های ما، بر زندگی های ما میباره. شما را تا برنامه بعدی به خدا میسپارم. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 201-638-98-98-98 با ما در تماس باشید. شکر خدا را بهر کار عظیمش، دنیا را دوست داشت و بخشید فرزندش، جانش را فدا کرد بهر گناهان، راه حیات باز شد بهر بیدار شود، جلال با برنامه‌اش همه شادان شود، همه گی به سوی خداوند آیید، شکر کنید از بحر کار عظیم. دنیا بیدار شود، جلال باد برنامه‌اش همه شادان شود، همه گی به سوی خداوند آیید، شکر کنید از بر کار عظیمش. جلال باد برنامه‌اش همه شادان شود، همه گی به سوی خداوند آیید، شکر کنید از بحر کار عظیمش.
بله عزیزان، الان در میان برنامه هستیم و ایمان دارم که واقعا خداوند کار عظیم رو انجام داده. ایمان دارم که احساس کردین حضور خدا رو از طریق این برنامه در خونه هاتون. و یه آیه به نظرم اومد و این آیه براتون شاید جالب باشه. در مکاشفه 3 آیه 20 ببینید خداوند چی میگه. میگوید که من پشت در ایستاده در را میکوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. خدای ما عاشق مشارکته. خدای ما خدایی که مشارکت و گرد همایی از جمع مؤمنین لذت میبره. برای همین مسیح میگه من در قلب تو ایستادم، در میزنم و میخوام وارد شم، و میگه هر کی در را باز کند با او وارد شده و شام خواهم خورد. منظور اینه که با او مشارکت خواهم کرد، با او سر یه سفره خواهم نشست و با او لذت خواهم برد. پس اجازه بدین از طریق ادامه این برنامه ها خداوند در این مشارکتش با شما ادامه بده. بگذارید که خداوند در زندگی شما کار کنه. ما هم منتظر تلفن های شما هستیم که شما هم وارد شده و با هم از طریق ایمیل های شما، از طریق تلفن های شما با هم شام بخوریم. فیض خداوند باهاتون. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com میتونید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com توی همه چیزم، تمام هستیم، تپش قلبم، سرود آفریننده ام، ای رهاننده ام، تویی همه چیزم، تویی همه چیزم، تمام هستیم، قوت من در توست ای خداوند، تویی همه thank you.